برای آنگلو ساکسون های موبلاند چشمابی تولید میکنه. بعد میگیم چرا اونا اینجوری به دنیا سروری میکنن؟ تحملشون رو دیدید؟ چهار تا جوان مثل شما به جای دوره سربازیشون فیزیک خونده بودن، فیزیک اتمی، اینا رو بردن گذاشتن تو نطنز و عراق تا اینجا رسوندن این نیروگاه اتمی رو. دیدید تحمل نمیکنن؟ اون جهان آزاد، جهان لیبرال، جهان دموکرات. جنگی که وجود داره در جهان از ابتدا بوده، امروز هم هست، در آینده هم هست، بر سر تبعیت. این مسئله تبعیت مفاهیمی رو در دل قرآن در بر داره که من درس اخلاق نمیخوام بگم، در حوزه تحریزی استراتژی این مفاهیم رو میخوایم بررسی کنیم. مسئله هوسه، هوا. هوا و هوس از معدود مفاهیمی است که کمتر مورد واکاوی و ارزیابی قرار گرفته. اساسا دانش هواشناسی مقفول مانده. البته تا امروز میگیم هواشناسی، همه یاد این میفتن که کسی باید بگم مثلا تودای پرفشار و کم فشار از بالا به پایین. هنر عملیاتی شیطان، شیطان اولین مدیر استراتژیک عالمه. در دانش مدیریت استراتژیک فرض بر اینه که منابع و امکانات دست دیگرانه، مدیر استراتژیک میاد با بهره گیری از منابع و امکانات دیگران ایده خودش رو پیاده میکنه. شیطان خالق که نیست، به عنوان تنها و اساسی ترین مدیر استراتژیک عالم، آنچه را که خدا خلق کرده و آنچه را که انبیا جهت میدن، این میاد به سمت خودش و به نفع خودش منحرف میکنه. اگر اونجوری که میخواست انجام شد سود برده، اگرم نشد ضرر نکرده. قسم خورده، توی قرآن هست که قسم خورده که من همه رو منحرف میکنم. تقریبا عمده پیامبران رو ناکام گذاشت. البته زورش به یه پیامبری به نام سلیمان نرسید، تنها پیامبری بود که در واقع اون قدرت بهش داده شد که تونست شیطان و جن رو کتشون رو ببنده. و قرآن دو تا آیه داره میگه میفرستادیمشون زیر آب میرفتن، قواسی میکردن برای سلیمان. از سلیمان که بگذره، عمده انبیا رو تقریبا شیطان ناکام گذاشت. البته خب اینا ابلاغ پیام میکردن، مسئولیت و مأموریتی بیشتر نداشتن. اون چند تایشون هم که امامت میکردن مثل موسی، این آمده به سر قومشون که امروز میبینید. در مورد پیامبر ما زورش نرسید. البته خب پیامبر ما بلافاصله بعد از رحلتشون نهضتش منحرف شد. 11 تا امام ما، 2 تاش با شمشیر، 9 تاش با زهر شهید شدن. زورش نرسید قرآن رو تحریف کنه. اما یه بلای دیگه سر قرآن آورده شیطان. اون بلا همینه که مفاهیم قرآن رو قلب کرده. مثال که بزنم تقریبا به ذهن بشه، الان من اگه بگم ساعت، همتون نگاه رو دستتون میکنید، بله 4:30، یه مقدار دیگه مونده تا افطار. ولی ساعت، واچ، اوکلاک، این مفهوم توی قرآن یعنی کلمه ساعت، اقتربت ساعت، انفجار و لحظه زلزله نهایی قیامته. اصلا ربطی نداره به معیار سنجش وقت. امروز میگن علم تأویل و تفسیر، حالا یه بخشش هم میشه همون چیزی که بهش میگن هرمنیوتیک. مفاهیم معناش از دست داده. اسم ساعت که میاد باید لرزه بر اندام انسان ها بیفته، اما میبینید که میگن ساعت، همه نگاه رو دستشون میکنه. لحظه ای که این وسیله مکانیکی از غرب میخواست بیاد توی جهان اسلام، زیر گوش کسی که فکر میکرد داره فارسی و عربی رو پاس میداره، زیر گوشش زمزمه کرد شیطان، چون میگه شیطان وسوسه میکنه، گفت اسم اینو بذارید ساعت. اول انقلاب هر کسی در واقع طرفدار مارکسیزم بود، مثلا سازمان چریک های فدایی خلق، اینا مارکسیست بودن، ماتریالیست بودن، مادیگرا بودن، اعتقاد به خدا نداشتن. عنوان سازمانشون خلق بود، سازمان چریکای فدایی خلق، واژه قرآنی خلق. خب خلق خالق داره، تو چطور مادیگرایی هستی که این خلقی که اینجا آمده در عربی و خالق رو برمیتابه؟ سازمان مجاهدین خلق. ببین واژه ها رو اینجوری شیطان از بین برده. این واژه ملت، اینجا میگیم ملت، این واژه توی قرآن معناش دینه، معناش آینه. وقتی میگیم تیم ملی یعنی تیم آینی، تیم دینی.
وقتی میگیم میزان رأی ملت است، معنای اصلیش از نظر قرآن اینه که میزان رأی دین است، نه میزان رأی مردم است. ملت ده ها معنا داره، آخرین معانیش نزدیک به اینی که معنای مردم میده. معنی ملت ابراهیم توی قرآن، کلمه ملت ابراهیم یعنی آیین ابراهیم. بلایی که شیطان سر قرآن آورده اینه که مفاهیم قرآنی سر جای خودش امروز به کار نمیره. یکی از اون مفاهیم هم هواشناسیه، اداره هواشناسی. یکیش قلبه، بیمارستان قلب. قلب این هارت پمپ خون نیست. اصلا این قلب اینی نیست که ما در از عربی گرفتیم گذاشتیم جای این واژه. و مفادی از این دست که بخوام بشمارم، حالا باید بنشینیم و بگیم که چه بلایی سر قرآن آمده. این قرآنی که اثر نمی کنه به این خاطره. یکی از دلایلی که قرآن، یعنی در واقع قرآن باید اتیمولوژی بشه، ریشه شناسی بشه و واژه‌هایی که الان به غلط به جای این واژه قرآنی داره به کار میره اینها رو کنار بگذاریم. جهادی است که نسل شما باید شروع کنه. و در واقع دلیل عدم اثر بخشی قرآن یک بخشش اینه. مفهوم هواشناسی، هوا و هوس، یک ماهیت اینچنینی رو برمیتابه. عرض کردم من بحث اخلاقی نمی کنم، بحثم بحث در حوزه مباحث استراتژیکه، اما نکته بنیادین این مسئله رو در فلسفه استراتژی می خواهیم بررسی کنیم. هوس نوعی طلب و خواهش و تمنا و میل و رغبته، البته مذموم. تمنای مذمومیه که از درون میجوشه، انسان رو به دنبال خودش میکشه. ویژگی ذاتیش اینه که انسان رو از جایگاهی که داره به پایین میاره. دلیل مذموم بودنش اینه که انسان فرض کنه در حال پرواز و تعالیه، میگیره و میارش پایین، یعنی یک نوع هبوط و سقوط رو براش به ارمغان میاره، از درون انسان میجوشه. برای اینکه این یک گزاره درونی است، مسئله هواشناسی و هوسشناسی ماهیتاً نوعی علم حضوری است. چند سال من برای فعل و انفعالات هوا و هوسشناسی میدان، یعنی در واقع میدان مطالعه هوا و هوس و بعضی از حالات خود انسانه، من برای هوسشناسی چند سال این کشش ها و کنش ها رو در خودم مورد بررسی قرار دادم. از درون انسان یک گله آتشی میجوشه و تمام وجود آدم رو گرم میکنه و انسان رو میاره بالا، به زمین میکوبه. اینقدر این حالات رو حداقل من در مورد خودم مطالعه کردم. یک بخشش مسئله هواشناسیه و نکات دیگه هست که به علم حضوری برمیگرده. دیگه تقریبا اون حالت ها وقتی به وجود میاد کاملا ملموسه، شخصا برای خود من ملموسه. یعنی میدان مطالعهش توی کتاب ها نیست، میدان آزمایشگاهیش وجود خود انسانه، سرزمین خود انسانه. این مفهوم در قرآن 37 بار به اشکال گوناگون آمده که 20 موردش به نوعی با واژه تبعیت همراهه، که نهی میکنه تبعیت از هوا رو و تأکید میکنه که فلان قوم از هوا و هوس تبعیت کردن. این خیزش هوای نفس یه مسئله است و تبعیت از اون که نوعی عمله یه مسئله دیگه است. پس ببینید، یک بار هوا و هوس در انسان میجوشه، بالا میاد، یک بار ما میفتیم دنبالش برای تحقق اون امیال، اون خواهش ها دنبال اون میفتیم. این مرحله دیگه واقعا مذمومه. زمانی که یک خواهش نفسانی موضوعیت پیدا کرد، حالا ما میفتیم دنبالش برای تحقق اون. در آیه 50 سوره قصص میفرماید که به انبیا میفرماید، پیامبر، اگر نپذیرفتند از تو، بدان که همانا پیروی کنند هوسهای خود را، و کیست گمراه تر از آن که پیروی کند هوسهای خود را بدون هدایت از خدا؟ همانا هدایت نکند گروه ستمکاران را خدا. یعنی بدترین نوع گمراهی، گمراهی است که کسی بیفته دنبال یک امام مذمومی به نام هوس. در آیه 176 اعراف می فرماد که تبعیت از هوای نفس
حاصل زمینی شدن و گرایش به سوی